تامس ویس نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان بر همکاری با پاکستان در امر مبارزه با دهشت‌افکنی در منطقه تأکید کرده است. جزئیات بیشتر را از همکارم موسکا صافی می‌خواهیم که از پشاور پاکستان در برنامه است. موسکا، آقای ویس چه موضوعات را در صحبت با کدام مقامات پاکستانی مطرح کرده؟ تشکر از شما. تامس ویس نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان که در سفر دروزش دیروز دوباره به آمریکا برگشتند، آنها در صفحه اکسشان از ملاقات هایشان با مقامات سازمان های بین المللی و نیز با بعضی از مقامات پاکستانی نوشتند و به ویژه در رابطه با چالش های امنیتی از سوی دی پی پی یا تحریک طالبان پاکستان با مقامات پاکستانی صحبت کردند. و در همین رابطه روز گذشته تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان در یک بیانیه تازه خود واضح کردند و گفتند که اهداف آنها فقط نیروهای امنیتی پاکستان می باشد و آنها نیز گفتند که جهاد ما از سرزمین ما با کمک مردم و مجاهدینشان می باشد و در این عرصه نیاز ندارند تا استفاده از خاک دیگه ای کنند. این در حالی است که پاکستان با بارها زمانی که در پاکستان حملات صورت می گیرد از سوی این گروه، پاکستان افغانستان را یا دولت طالبان را مقصر می دانند و می گویند که برنامه ریزی این حملات در افغانستان صورت میگیرد. تی تی پی نیز گفتن و خواستن از جامعه جهانی تا در این جنگ میان نیروهای امنیتی پاکستان و این گروه هیچ مداخلت صورت نگیرد. از سوی دیگر بخش مطبوعاتی اردوی پاکستان امروز تازه گفته که عاصم منیر لوی درستیز اردوی پاکستان در یک سفرش به آمریکا رفته و در این سفر او با نظامیان بلند رتبه آمریکایی و نیز با مقامات آمریکایی دیدار خواهند کرد. بله، خبرهای تازه از روند اخراج مهاجرین و پناهندگان فاقد سند از پاکستان چی است؟ با وجود این که مقامات آمریکایی به پاکستان سفر کردند و با وجود این که واکنش‌های جامعه جهانی و کارشناسان سازمان ملل به نظر می‌رسد، اکنون روند اخراج پناهجویان افغان دوام دارد و تازه وزیر داخله موقت پاکستان سرفراز بوکتی در یک بیان تازه‌شان گفتند که تا کنون 480 هزار مهاجر افغان از این کشور رفته که 90% آن مهاجرین هستند که به شکل داوطلبانه از این کشور رفتند. آنها نیز یادآور شدند که آن عده مهاجرین افغان که اسناد دارن و در پاکستان زندگی میکنن اما اجازه فعالیت های سیاسی ندارد و اگر کسی در فعالیت های سیاسی دخیل بود و دستگیر شود بدون در نظر داشت وضعیت قانونیش از این کشور اخراج خواهد شد. تشکر از موسکا صافی، خبرنگار صدای آمریکا از پشاور که جزئیات بیشتر این گزارش ها و رویدادهای مربوط به افغانستان را تقدیم کردین. موفق باشید.